ما اینجا بهشت وارداته و خب اون موقع که ارز 4200 بود که خب داستان واردات بود، بهشتشون بود. الان هم که این ارز بالای 40 تومن و نیمایی که حالا امروز هم ارز آقای فرزینی شد و اینها که بخواد 28 تا 500 بشه، در واقع به قول این اقتصادی ها این سود آربیتراژی قیمتی که وجود داره این تو این فاصله، حالا خیلی هم اگه آدم منصف باشه اوور هم نکنه، کالا رو نیورده 30% سود کرده. و خب این مسئله چون برای صادر کننده ها نیست و بحث دلار صادر کننده ها و تعهدشون هنوز داستانهای خودشو داره و خب اون ارز توافقی مستلزم برگشت کش هزینه های اونه، خیلی صادرات محور و یا به قول معروف صادرات دوست نیست اقتصاد ما و در واقع اکسپورت اورینته نیست، بیشتر قدرت مافیای وارداته که این اتفاقاتو داره رقم میزنه. به خاطر این در واقع نوسان شدید قیمت ارز در داخل که تامین مواد اولیه رو سخت میکنه و از اون طرف هم برگشت پیچیده ارز به داخل و قیمت ناعادلانه‌ای که داره در بازی برابر با وارد کننده، اینها یکی از ابزارهایی که این کاهش ارزش پول ما کمک به ما نکرده. من فکر میکنم اگه برجام اتفاق بیفته، اگر اثری روی در واقع تثبیت نرخ ارز ما داشته باشه که قابلیت برنامه‌ریزی و صادرات بشود، محسوس ترین اثری که روی اتفاقات اقتصادی ایران اگر اثری بذاره بحث برجام هست که بخواد یه تکون اساسی بده. یعنی با تغییر رؤسا و تغییر آدم‌ها اتفاق خاصی نمیافته، فقط راننده اون ماشین عوض میشه، ماشین تعمیر نمیشه. شاید اون بهبود ماشین اقتصاد ما که الان یه مقداری آسیب دیده و جوش آورده و اینها هست، به نوعی بحث برجام باشه. اگر اتفاق بیفته ان شاءالله همه جا صادراتمون روان‌تر میشه، حالا عراق هم جزو